پرمافیشین با رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. تقی‌زاده، تحلیل شما از صحبت‌های جدید وزیر خارجه آمریکا و همچنین سخنگوی کاخ سفید چه است، به خصوص اینکه تاکید که در واقع زمان گریز هسته جمهوری اسلامی به حداقل ممکن و حتی چند هفته رسیده؟ اظهارات آقای بلینکن در مجلس سنا بخشی از فعالیت‌هایی است که ما در طول روزهای اخیر شاهد اون بودیم. بخش دیگه گفتگویی است که نخست وزیر اسرائیل تلفنی با رئیس جمهور آمریکا داشته و همینطور افزایش تحرکات نظامی اسرائیل در سوریه علیه نیروهای منصوب به جمهوری اسلامی. و اینها نشون میده که نه تنها روی صحنه فعالیت‌هایی دیده میشه که مرتبط با اقدامات پشت صحنه هست، پشت صحنه تحرکات تازه‌ای صورت گرفته. ما حتی در این زمان میبینیم لحن خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ملایم‌تر و حتی در جاهای شیرین‌تر از پیش شده. این میتونه نشانه رسیدن به یا نزدیک‌تر شدن به نوعی از توافق بین ایران و آمریکاست. مبادلات پیام ها بین اونها همیشه ادامه داشته و حالا میتونه این قضیه نزدیک شدن احتمالی به یک نوع توافق رو برای آمریکا یا موافقین توافق اتمی بشارت بده. الان اولویت سیاست خارجی آمریکا کنترل قیمت نفته و اگر بتونن در نتیجه احیای برجام جمهوری اسلامی رو به نوعی به عنوان صادرکننده بالقوه نفت معرفی بکنن، هم از اثر روانی اون و هم از اثر عملی اون میتونن استفاده بکنن برای کاهش دادن قیمت‌های نفتی که در طول روزهای اخیر رو به افزایش بوده و از امروز با قطع صادرات گاز روسیه به بلغارستان و کشور همجوارش لهستان میتونه قیمت‌های نفت حتی افزایش بیشتری داشته باشه. با این اقدام دولت آمریکا فکر می‌کنه میتونه با یک تیر دو نشون بزنه، هم قیمت نفت کنترل بکنه و هم به عنوان یک اقدام امنیتی پیشگیرانه توافق اتمی رو به نوعی احیا بکنه. ولی این توافقی است که هنوز ریسک و ریواردش به قول فرنگی‌ها یا خطر جایزه و به اصطلاح تنبیهاتش محاسبه کامل نشده. این شاید یکی از بزرگترین تصمیمات سیاسی است که دولت بایدن در طول یک سال اخیر که در قدرت هست یا کمتر از یک سال میتونه به اون مبادرت بکنه. اما آقای تقی‌زاده، از طرفی هم ما می‌بینیم که وزیر خارجه آمریکا بر تروریستی بودن سپاه پاسداران تاکید کرده. آیا در واقع این به معنای تغییر لحن و روی کرده آمریکا نیستش و آیا این تاکید موجب تداوم این توقف در مذاکرات نمیشه؟ بلینکن هم در مورد تازه ای از زبان او یک اشاره داشت، یعنی قبول نزدیک شدن جمهوری اسلامی به ظرفیت ساختن بمب اتمی و کاهش زمان فرار اتمی به چند هفته، چیزی که همه کارشناس ها در طول چند ماه گذشته به اون تاکید داشتن. ولی حالا همزمان هم از زبان وزیر خارجه و هم از زبان سخنگوی کاخ سفید ما این موضوع رو میشنویم. نتیجه گیری این است که با نزدیک نشان دادن جمهوری اسلامی به ظرفیت ساخت بمب اتمی، اگر توافق اتمی احیا بشه، میتونن بگن که ما دنیا رو از لبه یک خطر امنیتی تازه نجات دادیم، ما اون رو برگردوندیم. و نکته دوم در مورد قتل قاسم سلیمانی و ترور احتمالی یکی از کارکنان سابق دولت سابق آمریکاست، دولت ترامپ یا به صورت مشخص آقای پومپیو. اگر واقعا چنین اتفاقی در طول چند هفته آینده بیفته، این میتونه برای دولت بایدن بسیار سنگین باشه. من به نظرم جمهوری اسلامی اقداماتی رو برای کنترل برای نزدیک شدن به مذاکرات اتمی صورت داده برای اینکه زیر فشار تا به حال رفتارهای جمهوری اسلامی تابع این نظر بوده که ما تسلیم فشار نمیشیم یا تسلیم زور نمیشیم، مگر اینکه اون زور خیلی پرزور باشه. و حالا تنگناهای مالی جمهوری اسلامی اون زور پرزوره و احتمالاً جمهوری اسلامی از قتل قاتلین قاسم سلیمانی به عنوان انتقام گذشته. خون قاسم سلیمانی میتونه حالا قربانی گرفتن چند ده میلیارد پول تازه برای جمهوری اسلامی باشه.